حدود سه ماه از به قدرت رسیدن سنی های تندروی طالبان در افغانستان می گذارد. اما همچنان تهدیدهای فراوانی مردم این کشور به خصوص پیروان اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلم را تهدید می کند. از جمله اصلی ترین تهدیدهایی که شیعیان افغانستان را تهدید می کند سنی های تندروی داعش هستند که تاکنون چندین مسجد و منطقه متعلق به شیعیان را مورد حمله قرار دادند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. سازمان دیدبان حقوق بشر از افزایش حملات سنی های تندرو علیه شیعیان افغانستان ابراز نگرانی کرد. رسانه های جمعی افغانستان در همین راستا به نقل از کنیتروس مدیر اجرایی سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر اعلام کردند اکنون که طالبان متعهد شده از شیعیان افغانستان محافظت کند داعش شیعیان افغانستان را هدف حملات خود قرار می دهد وی تصریح کرد هنوز مشخص نیست طالبان چگونه می خواهند از حملات داعش بر شیعیان افغانستان جلوگیری کند این در حالی است که با روی کار آمدن طالبان حملات تروریستی داعش در افغانستان به ویژه در مساجد و تجمعات شیعیان افزایش یافته است در تازه ترین انفجار که مسئولیت آن را داعش بر عهده گرفت دست کم سه نفر بر اثر انفجار در یک دستگاه خودروی ون در غرب شهر کابل جان خود را از دست داده و به شهادت رسیدن از سوی دیگر در دو حمله جداگانه به مراسم نماز جمعه شیعیان در شهرهای قندهار و قندوز افغانستان در دو ماه اخیر حدود دویست نفر شهید و 300 نفر دیگر زخمی شدند مسئولیت هر دو حمله تروریستی را داعش بر عهده گرفت. حال باید منتظر ماند و دید تا چه زمان سنی های تند روی طالبان برخلاف ادعاهای دروغین و واهی خود مبنی بر تأمین امنیت برای همه شهروندان افغان در برابر عملیات های تروریستی داعش علیه شیعان سکوت می کنند.